خوش آمدید به برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب در ایران. تلویزیون فارسی بی بی سی به همین مناسبت در برنامه‌های ویژه‌ای وقایع انقلاب را از زوایای مختلف بررسی می‌کند. وضعیت زنان پس از انقلاب 57 دستخوش تحولات بسیار شد. آیت الله خمینی در نوفل و شاتو صحبتی از محدودیت‌هایی نکرد که بعداً بر زنان اعمال شد. زنان برابری طلب اما در همان روزهای نخست بعد از انقلاب دست به اعتراض زدند. علی همدانی با استفاده از تصاویر آرشیوی که خبرنگاران بی بی سی از اعتراضات زنان مخابره کردند این گزارش را تهیه کرده. تصاویری که کمتر دیده شده چند روز بعد از انقلاب، بعد از آنکه زنان احساس کردند انقلاب میتواند آزادی‌هایشان را تحت شعاع قرار دهد، انقلابی که زنان همراه با مردان در پیشبردش نقش داشتند اما از سرنوشت خود در آینده حکومت اسلامی وعده داده شده توسط آیت الله خمینی بیخبر بودند. خطرش را اما از همان روزهای نخست حس کردند. هنوز شکل حکومت معلوم نشده بود، جوهر امضاهای آیت الله خمینی برای دولت موقت خشک نشده بود که صدای زنان درآمد. گواهش این تظاهرات که در 17 اسفند همان سال برگزار کردند. زنان میگفتند تکلیفشان مشخص نیست. از یک سو زمزمه اجباری شدن حجاب به گوش می رسید، بسیاری از شغلها از جمله قضاوت و حتی وکالت از زنان سلب شده بود و از دیگر سوی دولت موقت مهدی بازرگان وعده می داد که نه حجابی در کار است و نه محدودیتی. اما طرفداران آیت الله خمینی زنان طرفدار حجاب اختیاری را ساواکی خواندند. به نظر آنها مسئله این زنان حجاب نبود، آنها مشغول توطئه بودند به نفع ساواک. رشته تظاهراتی که زنان طرفدار برابری تا هفته‌ها پیش بردند، اما مخالفانشان به رهبری مذهبیون تندرو هم کم نبودند. با آغاز سرکوب‌ها بساط مخالفت زنان برابری خواه کوچک و کوچکتر شد. محرومیت‌های زنان از پست‌های دولتی معین‌تر شد. حجاب را مهدی بازرگان با سیاست گام به گامش بر سر زنان نشاند و چادر به گفته هر دو رهبر نظام اسلامی پوشش برتر تلقی شد. جهان دیگری بسازیم از برابری و همدلی و خواه. 40 سال از آن روزها گذشته. حکومت برای اعمال حجاب برترش دست به دامن گشت ارشاد و نیروهای مشابه شده. زنان برابری خواه اما هنوز بعد از 40 سال کوتاه نیامدند. نشان به نشان دخترانی که دختران خیابان انقلاب نام گرفتند. علی همدانی، بی بی سی. فرشته احمدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه یبلی سوئد از شهر استکهلم با ماست. خانم احمدی، زنانی که در انقلاب اسلامی نقش داشتند و از اون حمایت میکردند چقدر آگاه بودند از محدودیت هایی که در انتظارشونه؟ ببینید، من فکر میکنم که ما باید مسائل رو در همون گفتمان تاریخی خودش و زمان تاریخی خودش بررسی کنیم. مسلماً از اون جایی که زنان در اون زمان، ما زنان بی سواد بسیار داشتیم، اما نمیتونیم بگیم که این زنان اصلا به شرایط خودشون آگاهی نداشتن. از نظر من، یعنی در اون زمان تمام مردم ایران که 2500 سال در ستم و دیکتاتوری به کار برده بودن، نمیتونیم بگیم انسانهای آگاهی بودن و اون زمان هم این فضای مجازی وجود نداشت. اما هر کسی با در واقع اون تفکری که نسبت به نظام موجود داشت به خیابون اومد و زنان هم در واقع بخشی از همین اعتراضات بودند، چه در زمینه مسائل بی‌عدالتی‌های اجتماعی دیکتاتوری، چه در زمینه تضییقات اقتصادی. بنابراین نمیشه اونها رو خیلی جدا کرد از مردان، اگرچه تعداد بی‌سوادی زنان خب 80% بود، شاید 20% از مردان بیشتر، ولی من فکر می‌کنم که نباید خیلی زنان رو از مردان جدا کرد. هدف اون انقلاب در رابطه با مسئله زنان نبود، در رابطه با یک مسئله بزرگتری از این در اون زمان به نظر می رسید. اما خود انقلاب و بعد شرایطی که در این 40 سال که میتونیم بگیم 40 سال مبارزه، دوران تلخی و دوران شکوفایی بود، مسئله زنان رو به یک مسئله عمده تبدیل کرد.
اما باید اشاره کنم که زمانی که ما از زنان مدرن اون زمان صحبت میکنیم، یعنی زمان شاید زنان غیر مذهبی ظاهرن، باید بدونیم که چه اگرچه از نظر پوشش و یا شیوه زندگی اینها به ظاهر مدرن و غربی بودن، اما از نظر تفکر واقعا قشر بسیار بسیار کوچکی بودن که میتونیم اونها رو ما غیر سنتی و سکولار بدونیم. یعنی زنان قبل از انقلاب در واقع کنشگر و منشأ اثر در زندگی سیاسی، هنری و اجتماعی نبودن و در واقع نقش ابزاری داشتن. اگر شما به فیلم مستند آقای بهمن مقصودلو لبه تیغ رو نگاه بکنیم، میبینیم که در مورد زنان هنرپیشه قبل از انقلاب هست که ما این روزها عکسای اونها رو با لباسهای سکسیشون به عنوان نماینده زنان قبل انقلاب در فضای مجازی میبینیم، چقدر از محدودیت‌های اجتماعی و خانوادگی صحبت میکنن. بنابراین میتونیم بگیم که انقلاب اون سنت حاکم بر جامعه رو قانونی کرد و فضای تنفس زن ایرانی چه مذهبی و چه مدرن در قبل انقلاب سنتی و مردسالارانه بود. بنابراین همه این حرکت ها رو باید در این چارچوب نگاه بکنیم. ما نمیتونیم امروزه از این زاویه که امروز داریم به اون جا نگاه بکنیم. اما جنبش زنان مسلمان که من در اون رابطه تحقیق کردم، به نظر من در این 40 سال یکی از مهمترین عامل‌هایی بود که از درون گفتمان رو تغییر داد. چقدر موفق بوده این تغییری که شما میگین از درون اتفاق افتاده؟ چه دستاوردی داشته؟ به نظر من بسیار موفق بوده. یکی از ببینید، من جنبش زنان سکولار و کلا جنبش زنان رو در مجموع چه مذهبی و چه غیر مذهبی فکر می‌کنم بسیار مهم بوده در جامعه ایران. اما تغییر وقتی که از درون صورت میگیره، درون یک گفتمان صورت میگیره، بسیار اثرگذار هست. باید در نظر بگیریم که اکثریت زنان ایران زنان مسلمان هستند و بودند و بنابراین این که بخوایم تفکر این زنان رو تغییر بدیم و از بالا و از بیرون بسیار کم اثرگذار هست. اما این تغییری که در واقع به نظر من میتونم اسمش رو بذارم فمینیست های اسلامی انجام داد و اومدن و گفتمان رو تغییر دادن، یعنی سعی کردن که در کسب حقوق خودشون با گفتمان مرد سالانه جامعه ایران در کشاکش قرار گرفتن. خانم احمدی، میشه مثال ملموس بزنین؟ میگین که تونستن گفتمان رو تغییر بدن، چه نتیجه ملموسی داشته این؟ ببینین، اصولاً کلن اگر شما نگاه کنیم میبینیم که این گفتمان جنسیتی و مذهبی رو اینا بازسازی کردن. مسئله نقش زن رو دوباره مورد بررسی قرار گرفتن. شما اگه مجله زنان رو، من تمام در واقع مقالات مجله زنان رو، تمام اونها رو بررسی کردم و در واقع نگاه کردم و تحقیق روشون انجام دادم که چجوری قدم به قدم اینها اومدن و روی نقش زن به اون در خانواده، در جامعه بحث کردن و بحث رو انداختن و چگونه حتی در بعضی مقالات ما میبینیم که از زن به عنوان فرد صحبت میکنم. خانم احمدی، تیراژ مجله های مثل مجله زن، اصولا تیراژ مطبوعات در ایران اونقدر نیست. آیا اون بافت سنتی جامعه که 40 سال پیش از دید شما در واقع به واسطه انقلاب رو اومد، آیا اون بافت مخاطب مجله زنانه؟ آیا اون بخش های سنتی جامعه که اونقدر تحصیلات نداره هم فکر میکنید دچار تحول شده؟ نه، ولی اونها شاید خوانندگان یه بخشی که شاید، البته این رو میدونیم که یک تحول خیلی عظیمی که اتفاق افتاد این بودش که به خاطر اینکه به خصوص دختران جوان نمیتوانستند که به خیلی کارهایی که قبلا در جامعه بود، تفریحاتی که وجود داشت رو بیارن، مسئله درس خوندن حتی برای پسرها هم یک دونه مسئله خیلی مهم میشد و در واقع سواد آموزی بالا رفت و بی سوادی باهاش مبارزه شد و زنان واقعا وارد صحنه سیاسی و اجتماعی شدن و این چیزی بود که قبلا نبود، حتی زنانی که شاید از سواد بالا برخوردار نبودن. اما منظور من اینه که این بحث این زنان مبارز اسلامی یک چیزی رو در جامعه به وجود آورد، باعث یک سری بحث ها شد در رابطه با زن و مرد. امروز وقتی ما به جامعه ایران و زنان ایران نگاه میکنیم،
کاملا تفاوت اون رو با حتی زنان بسیار مدرن و بی‌حجاب زمانی که من جوان بودن و بچه بودم میبینم. یعنی آگاهی اینا که به مسئله دارن، برخوردی که نسبت به مسئله زن و مرد میکنن، مسلما این رو باید ببینیم که خیلی چیزها هم ضربه خورد، خیلی مسائل اخلاقی زیر سوال رفته که البته من زیاد همه رو منفی نمیبینم. اما چیزی که من میخوام بگم اینه که یک بحثی در جامعه رو اتفاق افتاد، یک چیزی از درون شکست، اون فضای سنتی در واقع مورد شکست قرار گرفت. و در ضمن بعد از انقلاب و بعد از جنگ، بعد از این مسائل، ما میبینیم که حتی برخی خانواده های سنتی شروع به واکنش نسبت به شرایط اجتماعی دادن و به خاطر اینکه دخترانشون رو از دست ندن در واقع شروع کردن و با آنها همگام شدن. متشکرم فرشته احمدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه یل از سوئد. متاسفم که فرصت کمه برای ادامه این بحث. انقلاب ایران در حالی 40 سالگیش رو پشت سر میگذارد که بسیاری از انقلابیان نبود فضای باز سیاسی، مشکلات معیشتی اقشار کم درآمد را دلیلی بر شروع اعتراضات منتهی به انقلاب بیان میکنند. این موضوعی است که گروه های مختلف حاضر در جریان انقلاب، اهم از چپ و مجاهد و اسلامی ها، بر آن توافق دارند. اما فعالان چپ آن دور معتقدند این انقلابی نبود که آنها برایش تلاش کردند. انقلاب آنها قرار نبود اسلامی باشد. نیکی محجوب در گفتگویی با مرسده قائدی از فعالان چپ قبل و بعد از انقلاب و از زندانیان سیاسی دهه 60 نگاهی کرده به روایت این فعال چپ از آن دوره. 40 سال از انقلاب ایران گذشته. انقلابی که به زعم فعالان چپ قرار نبود اسلامی باشد. و به یک باره همه چیز تغییر کرد. انقلابی که چپ ها بر علیه حکومت پهلوی آغاز کردند نشد آن که میخواستند. مرسده قائدی، فعال سیاسی چپ که در دوران انقلاب ابتدا عضو دانشجویان مبارز بود و سپس به سازمان پیکار پیوست، از روزهای انقلاب یاد میکند. 26 دی ماه برای من روز خیلی مهمیه. 26 دی ماه 2057، روزی که شاه، ما میگفتیم در رفت. خیلی ها گفتن شاه رفت، ولی ما میگفتیم در رفت. ده شب اون شب خیلی اتفاق جالبی بود. من برادرام، دو تا برادرم به همراه یک جواد و همسرش که ما سالها بود اینا رو ندیده بودیم، ده شب در خونه ما رو میزنن و میان و بعد سالها مامانم اینا رو میبینه. هرچند که در تظاهرات ها من برادرام رو پیدا کرده بودم، در تظاهرات های علیه شاه، ولی اون صحنه رو شما در نظر بگیری، یک خانواده بعد از 7-8 سال جمع میشن. مامان من به شدت استراب داشت که ممکنه ساواک بریزه، آروم باشین، صدا نکنین. و این یک خاطره ای که فضای اون دوره رو میخوام براتون ترسیم کنم که آزادی احزاب وجود نداشت، رفاه نبود و به همین دلیل بود که ما میبینیم حرکت اعتراضی مردم شروع میشه. به گفته مرسده قائدی، در ابتدا شعارها و خواسته های همه اقشار یکی بود. من از روز اول تظاهرات تو این تظاهرات شرکت داشتم. شعارهایی که بود شعارها مذهبی نبود. این ادامه پیدا کرد. ما هم به عنوان نیروهای چپ، من به خاطر که ویژگی خودم این بود که من در یه خانواده سیاسی بزرگ شده بودم، من نوجوانی بودم که ساواک میرزه خونه من و منو نگه میداره کنار دیوار و منو بازرسی بدنی میکنه. ببینی حرکت اعتراضی از کجا بود؟ اگه یادمون باشه 10 شب شعرهای شعر گوته بود. از اونجا بود که روشنفکران، نویسندگان و نیروهای فعال سیاسی اونجا جمع میشدن. محیطای دانشگاهی بود، کارخونه ها بود. ما نیروهای چپ بودیم، مرگ بر شاه میگفتیم. من یادمه وقتی که از نماز عید فطر اومده بودن، از بالا از قیطره رفته بودن، ما نیروهای چپ تو پیچ شمرون شعار مرگ بر شاه میدادیم. مذهبی ها میگفتن آقا هنوز دستور نداده، آقا هنوز دستور نداده. دو برادر خانم قائدی که در زمان شاه مانند خود او فعال سیاسی بودند، به مدت 7 سال زندگی مخفی داشتند. پس از انقلاب هر دو در دهه 60 اعدام شدند. همسر یکی از برادرانش هم که فعال سیاسی بود در دهه 60 اعدام شد.
چپ اولا دوران مخفی بود. چپ با اولین تظاهرات اومد تو مردم، چون مرتب از سال 54 به بعد مرتب مورد ضربات ساواک قرار میگرفت. انقلاب سازماندهیش جای دیگه بود، چپ رشد کرده بود و یادمون نره دوران پایان جنگ سرد بود و در مقابل اونها دو کشورهای دیگه میخواستن، نیاز به این اسلام داشتن در منطقه، برای همین جلوی ما باستادن. من فکر نمی کنم از ایران انقلاب اسلامی درست شد، انقلاب ما بود از فرانسه. خمینی رو بردن با هواپیما بردن اونجا زیر درخت نورافکن گذاشتن و بعد گفتن انقلاب ما شد اسلامی. چهار دهه از انقلاب ایران گذشته. برخی از فعالان سیاسی بر این باورند که روند طی شده صحیح نبود و شاید باید جور دیگری شرایط تغییر می‌کرد. اما خانم قائدی معتقد است اگر دوباره زمان بازگردد، او باز انقلاب را تنها گزینه می‌داند. با اینکه ببینید من 3 تا از اعضای خانواده‌ام از دست دادم، اعدامشون کردن. خیلی از رفقا و دوستان منو اعدام کردن. و سرکوب‌های وحشیانه‌ای که شاهدش بودم در زندان‌های جمهوری اسلامی، در کمیته مشترک بودم، 3000 بودم، اوین بودم، قزل حصار بودم. ولی همچنان اگر به 40 سال قبل برگردیم، باز میگم باید انقلاب میکردیم. این ضرورت تاریخی بود. باید با هم یاری نمایی، از این طرف داری نمایی. نیکی محجوب، بی بی سی. بی بی سی فارسی با عده‌ای از مهاجران ایرانی پس از انقلاب در پاریس گفتگو کرده که هر روز روایت یکی از اونها رو از تأثیر انقلاب بر زندگی شخصیشون میشنویم. آیا جایی بعد از انقلاب برای او در ایران بود؟ این سوالی است که همواره با شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس، در سالهای پس از مهاجرت همراه بوده. گفتگوی پوریا ماهرویان رو با او ببینیم. من شهلا شفیق هستم، نویسنده و جامعه شناس. در سال 83 میلادی ایران رو ترک کردم به اجبار و آمدم به فرانسه. خانم شفیق، انقلاب ایران مستقیماً چه تأثیری رو زندگی شخصی شما گذاشت؟ مثل یه زمین لرزه‌ای تمام ابعاد زندگی منو زیر رو کرد. من به عنوان یک دانشجوی چپ در اون موقع و شرکت کردم فعالانه، احساسم این بودش که این یک اتفاق بسیار مهمیه و ما میریم به سمت یک ایران بهتر. مثل این بود که روزهای انقلاب شما روی قله کوهی که فضای خیلی باز، روی ستیق کوه و خیلی خورشید داره میزنه، هوا بازه، چشماندازا بازه، بعد طولی نکشید که ما از بهار آزادی به خزان سرکوب و بعد به یک زمستان سیاه رسیدیم. قبل از اونم من مجبور شدم وارد یک زندگی تقریبا مخفی بشم به خاطر اینکه جزو لیست سیاه بودم و طبیعتا شما مثل این میمونه که از اون قله، از اون ستیق روشن میفتین به یک چاه سیاه و ظلمانی. بعد از اون تبعید بود. مسیری که آمدم، یعنی بیرون آمدن از کشور، باز مثل یه جور من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که این طول بکشه. احساس این بودش که من برمیگردم، یه جمله پدرم که بعدن که رسیدم اونور زنگ زدم، من گفت که یعنی تو سراسر این مملکت به این بزرگی یه جای کوچیک برای بچه من نیست. و این توی گوش من زنگ زد این جمله و سالهای طولانی این منو دنبال کرد، این احساس. که و خب یواش یواش بعد اتاقای زیر شیروانی بود پاریس و من یادم که ما توی اتاق زیر شیروانی زندگی میکردیم، 7 متر که پنجره ای نداشت، پنجرهش روی سقف بود. بعد تو این دوستانمون همه می آمدن و نمیتونم بهتون بگم که چقدر این موقعیت الان که من بهش نگاه میکنم هم غمگین بود هم خیلی شاد. 2 سال طول کشید که من بتونم وارد فضای جامعه فرانسه بشم. بهش میگن زمان بین پرانتز، توی مربوط به تبعید که توش گذشته آینده رو خورده و حال رو خورده، یعنی همه چی در گذشته میگذره در صورتی که شما اینجایی. 2 سال طول کشید تا از این پرانتز اومدم بیرون و تو این 2 سال بود که تو این پرانتز من نوشتن شروع کردم. بعد از اون نوشتن برام یه پرانتزی شد که همیشه یه دنیای دیگه ای رو بیافرینم. انقلاب ایران به عنوان یک ماجرای هستیانه، یعنی به عنوان یه چیزی که از همون عرش به حضیض،
در واقع اون احساسی که شما مرگ آرزو، اون مرگی که بعداً بر مملکت چیره شد و در زندگی شخصی منم خب کنده شدن از تمام تعلقاتم. مادرمو که عاشقش بودم، پدرمو که عاشقش بودم، همراهانمو، کسانی که به هر حال حتی کوچه‌هایی رو که جوونی کردین توش، تهران و همه اینا رو خب می‌ذارین کنار و بعد اون تمام اون جنب و جوش و هیاهوی که یه دفعه تبدیل میشه به حبس. یه حبسی که اول توی اون خونه‌هایی که باید دائم عوض کنین، بعد تو این تقریب و گریزا برین یه جورایی تو زیر زمین، بعد وارد کوه ها میشین میرین، ولی دیگه اون کوهی نیست، اون قله‌ای نیستش که، چون دارین رد میشین میخواین برین به طرف تبعید، بعد میایین تو اتاقای زیر شیروانی که خوش یه جوری حبسه، ولی بازم توش همونطوری که گفتم شادی و اینا هستش و غم، بعد میایین دوباره تو زندگی تو خیابون. ولی خب این لحظه های اوج و حزیزن که هم هیچ وقت نمیتونن شما رو رها کنن و تو هر تجربه زندگی هم که دارین همراه شما هم. بعد چرا نه؟ برای که ما با غم‌ها و شادی‌هامون که خودمون رو می‌سازیم. هرگز فکر نکنم که میشه اینو رها کرد، یعنی هیچ دلیلی هم پیدا نکنم برای که رهاش کنم. گفتگوی پوریا ماهرویان بود با شهلا شفیق در پاریس. در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب 57 نگاهی می‌کنیم به انعکاس خواسته‌ها و نگرانی‌های زنان در روزنامه‌های ایران. مسعود بهنود و مریم افشنگ روزنامه‌های 40 سال قبل را برای ما ورق می‌زنند. سلام آقای بهنود، 40 سال پیش چنین روزی 13 بهمن افتاد به روز جمعه و ما فکر کردیم که از این فرصت استفاده کنیم به بحث زنان بپردازیم و دغدغه هاشون در اون روزها که اتفاقا از بحث های مهم هم بود. تقریبا میشه گفت از موقعی که جنبش، حالا هنوز شکل انقلاب نگرفته بود، به صورت حرکت های اعتراضی بود، حرکت خانم‌ها بسیار پررنگ بود. درو اولین روزهایی که ماجرای گرفتن مردم و مصادره و اینا شروع شد و در مدرسه علوی به یاد میارم که دیدم در روی انبوهی از اموال که ریخته گذاشته بودن تو حیات مدرسه و هر کی هر چی رو می آورد فکر می‌کرد اینجا تو مدرسه میتونه جا بده، خانم ستاره فرمان که یکی از پیشروترین آدم‌ها تو این زمینه بود اون بالا نشسته بود و هی به ریش این و اون می‌خندید و همه اصرار داشتن که اون یه چیزی سرش بکنه و اون نمی‌کرد و این حادثه هر روز تو شهر وجود داشت، لحظه به لحظه وجود داشت. خب شاید بعد نباشه همینجا اشاره کنیم به اولین مصاحبه اختصاصی روزنامه کیهان با آقای خمینی که خانم امیری انجام دادن و اونجا خانم امیری میگن که چون شما منو به عنوان یک زن پذیرفتین، این میتونه نشون دهنده این باشه که این نهضت و اسلام دین مترقی هست. ولی ایشون هم خب جواب تلخی میده، در حقیقت میگه که این اومدن شما نشون دهنده ترقی نیست، این چیزها رو دوره شاه تو سر شما کردن و بعدم آخرش هم وعده میده میگه میام درستش میکنیم. البته میگه که من اصلا شما رو نپذیرفتم. خب میخواید بریم یه نگاهی بکنیم به بیانیه 17 دی ماه. آره، از این بیانیه ها گفته باشم که در اون روزا در تو روزنامه ها زیاد هست و گروه های تشکیل می شدن، خیلی هم معلوم نبودش که اینا مثلا گروه مفصل و اسامی باشن، ولی بعضیشون بودن که یعنی داشت جامعه مدنی شکل می گرفت یه جورایی. از جمله گروهی که اسم برید که اسمش بود گروه مؤسسان موقت انجمن ملی زنان ایران. اینجا میگن که توی این بیانیه میگه که آیا زنان از نشستن بر کرسی وکالت و وزارت و ریاست و بالاخره مدیریت محروم میشن و بعد اشاره میکنه به زنان پزشک و استاد و هوانورد و افسر نیروی ناب و کشاورز و اینا که آیا اینا باید برن کنج خونه یا نه. این سوال به جایی است که کردند، جاهای مختلف همین مطرح میشد. چرا؟ چون پیشبینی لابد میکردن اون چی که یک ماه بعد اتفاق افتاد و دولت موقت یه لایحه‌ای رو به تصویب رسوند که در حقیقت الغا میکرد حقوق زنان رو و به خصوص وقتی که ابلاغ شد در مورد دادگستری و خانمهای وکیل و خانمهای قاضی رو عملا معنیش این بود که برکنار کرد. تمام این اتفاقا نهایتا ختم شد به اون تظاهرات معروف 8 مارس که 22 اسفند برگزار شد و با شعار یا روسری یا توسری که روزنامه آیندگان هم که الان میبینیم روی دیوار کاملا پوشش داد و نشون داد. بله دیگه میبینید که آیندگان و بقیه روزنامه اون روز رو انتشار دادن، همینطور که میگید. حالا گیرم نه بقیه به اندازه آیندگان، حرف داریوش فروهر اون بالا مهمه که میگه زنان از حقوق مزایای مشابه مردا بهره مند خواهند شد. ببینید هر روز روزنامه ها در اون مدت
خبرهایی هست راجع به اجتماعی. منتها گاهی اوقات این اجتماع وسیع‌تری میشد، مثل 8 مارس که پیش اومد، و پایش هم روی تظاهراتی بود که خانم‌های با حجاب کرده بودن و تو اون از جمله گفته شده بود یا روسری یا توسری، و در نتیجه جوابش اومد توی جای عمومی. حالا نمونهش یه دونه از این تظاهرات رو با عکسایی که از کاوه گلستان هست ببینیم، که اینجا بیشتر نشون میده که خانم‌ها به هر حال مطرحند، یعنی اگرم نه مستقیما به عنوان اصلی، به هر حال در جای مختلف، و اصرار دارن به اینکه بدون روسری باشن. البته اون طرف هم هست، یعنی اون طرف هم یه گروهی در حال رشد هست که چادر رو به طور وسیعی وارد صحنه کرده. از اون ور روزنامه‌ها که ازشون صحبت می‌کنیم، اونا هم وارد این نبرد شدند. از جمله می‌بینید که این پوستر رو، این کشته داریوش رادپور هست، این عکس هم مال همون تظاهراتی است که تظاهراتی شد که اسمش بود نه روسری نه توسری. این مال مجله تهران مصور. بله. در روزهای آینده می‌پردازیم به روزنامه‌های دیگه و موضوعات دیگه. ممنون آقای بهنود.